اتاق لطفا. خانم معصومی تخت نباید را بیفتی. میدونم مادر، ولی بس که دیگه روی این تخت دراز کشیدم خسته شدم، گفتم یه قدمی بزنم هوایی عوض کن. بله بله میدونم میدونم. بفرمایین تو اتاق. چشم خانمم، طاقت داشته باشی. که هنوز اینجای زهانشون برم که دارم میرم تو اتاق هشت، یه بچه از بهانه میگیره بهش برس. خیلی تو برم. بای بای. چیه؟ گریه میکنی؟ دلم گرفته. چرا؟ چی شده؟ خانومی که امروز نمیدون چقدر به من فوش داد. عزیزم اینجا بیمارستانه، آدم ها مریضن، کم تحملن، خلقشون تنگه. من نمیتونم. استعفا میدم. استعفا؟ به این زودی؟ شما فرق میکنی، طاقت داری، من ندارم. بعدم بگی چقدر به ما میدن. سلام مسعود. سلام. چطوری هروز خانم؟ خوبی؟ معلومه دیگه سر ساختمون. آره الان دارم از ساختمون میام بیرون که برم دنبال بابا مامان بیام خونه شما. ببین برو یه دستی گل خوشگل بگیر که دل مادر شوهر رو ببره. خب چشم. به عمه جون سفارش کردم موعد عروسی رو زودتر را بندازه. بله شما هم هوای مامان تو داشته باش. آره دارم راه میافتم. باشه خداحافظ. دوست ندارم. نمیذارم خانم بیزا سرومه تو قصد. دوست ندارم نمیذارم. اگه فقط که دوست داشتنی شماست خانم. خانم نمیخوام نمیذارم. برای که اون دفعه دست منو سوراخ کردی شما. متوجه نیستی چی داری میگی. خب گاهی وقتا نمیشه خوب رگا گرفت. تقصیر کسی نیست. نه شما برای دکتر مرادی سرومه. اصلا به من چه بود؟ چی شده؟ تو رو دیوونم میکنه. نمیذاره سرومش عوض کنه. بوشتر میاره. بوشتش دست من. سلام. سلام. حیفت نمیاد سرامو به این خوبی؟ آخه دردم میاد خانم. تمام دستم سوراخ سوراخ کرده. همه دستم کبود شده. خب حالا من سرامتو میزنم. اگه دردت اومد برای اینکه دقیق دلیتو خالی کنی منو بشکون بگیر. خب؟ چشاتو ببند. به خنده های اون بچه خوشگله فکر کن. خداحافظ. خداحافظ. من جای اون دوماده بیچاره بودم ول میکردم میرفتم. برو دیگه شب شد. یه زنگ بزن داداش، زهره نیومد که. نگران نباش، حتما تو ترافیکه. حالا کف میشد اگر امروز مرخصی میگرفت. زنگ بزن داداش ببین کجاست. چقدر گفتم عقد و عروسی رو با هم بگیریم. سلام زهره جان. سلام بابا. تو وان فروشی شما میوه و شیرینی گرفتین؟ خانم بفهمید. اصلا دیگه اومدم اونجا. آره خداحافظ. ممنون. Thank you.
این کوچه ای؟ نه خدا کمک کن خانم. همیشه انتظار روی چند مجموعه بفرمی قابل شما رو نداریم. خیلی ممنون. سلام بابا. بیمارستان. بیمارستان چرا بابا جون؟ نیم ساعت مهمونه اومدن. خیلی خوب، پس لااقل معطل نکن، زود بیا. بفهمی. ممنون، متشکر. دختر منه دیگه، مثلا قرار بود امشب بیمارستان نباشه که هست. از سایه پیداش میشه. ولی اون که اصلا امشب کشیک نبود. یه مصدومو برداشته از تو خیابون برده بیمارستان، دیگه پیداش میشه. دختری که عقد شده باشه خیالش راحته که عروس هم میشه. خیلی خوبه، حتما بعد از اینکه عروس شد خیالش راحت شد که عروسه دیگه خونه زندگی رو فراموش میکنه. بهتره بریم. تشریف داشته باشین. تا کی؟ نمیشدی امروز بیرون نمیرفت؟ چند دقیقه صبر کنن لطفا. ببینید مامان، به اندازه یه چای خوردن. به اندازه یه چای خوردن. اینم امضای من، همه چی با من. به دکتر حدادی هم بگو خداحافظ. خدا. خانم اعتماد. بله. یه دست شکسته یه پاش، گفتم گچ بگیرم. به هوشه، الان شماره بخواد. من خیلی عالمه مهمون دارم تو خونه. یه بچه 5 ساله دارم، حبسش کردم تو اتاق، هشکی نمیدونه، تا صبح میمیره خانم، از ترس، از گشنگی. خواهری، مادری، کس و کاری، شوهرت، تلفن همسایتون اولا. خیلی خوب، آدرس بده، یه نفر رو بفرستم دنبال بچه‌ت. عاطفه جون، کسی هست بره دنبال بچه ایشون؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ قصهش درازه، کسی هست بفرستیم دنبال بچه این خانوم؟ خواهی دادو هوار رئیس رو در بیاری؟ ما همینجوره مادم کم داریم واسه کشکشان. ببینم مگه تو؟ خانم دکتر افشار. پس مراسم خونه چی؟ خونت کجاست؟ شهریار. شهریار؟ خدا بچم دستم میمیره خانم، میمیره. ای خدا، بس تو وسط شهر چی کار میکردی؟ بله زهره جون، قربونت برم. کجایی تو آخه عمه؟ آبرومون رفت. چشم، خداحافظ.
جوابمو ندادی؟ اصلا رسیدی خونه؟ ببینم تو حالت خوبه؟ به موش مردگی سده تا دل تو رو بسوزونه. به نظر نمیاد دغل باز باشه. یعنی تو میخوای همه رو بری؟ میرم خونه چند دقیقه میشینم بعدم با مسعود میرم. من خیلی صحبت نمیست یه چیز درست میکنم هم دیگه بابا من قرار با هم فامیل میشیم صحبت نیستش که حالا من نمیتونم خب دیگه زحمت رو کم کنیم برای شام تشریف داشته باشیم این مراسم که شام نداره هم شما هستین هم ما زهره خانوم هم مثل این که عجله برای عروسی نداره اصلا قسمت نبود مصلحت بود که اینجوری بشه خب میتونستین چند دقیقه دیگه صبر کنیم الو سلام مسعود من دارم میام خونه الان دیگه بهتره دیگه نیای چطور؟ تو میدونی از که ایتالا ما معطل تو هستیم؟ ببین زهر مامان حسابی ناراحت شده از دست منم کاری ساخته نیستی که نمیتونم نگهش دارم بابا نمیتونم نگهش دارم ای بابا چقدر بد شد تو چند دقیقه دیگه میرسم ها یه مشکلی پیش اومده حالا میام بهت میگم باید برم یه جایی تو بیا سر کوچه‌مون میام دنباله باشه خیلی خوب مسعود بیا بریم دیگه الان میام باشه پس فعلا خداحافظ بابا خدمت شما مگه تو نمیای نه میخوام یه خورده قدم بزنم شما بفهمی صبح شما خدا نگهد بیچاره بچم عروس بیخیالم نوبره والا سیمه آخره چاله رو بکن خودم میبینم مولم نکن دیگه الان که سلام سلام کردم نشنیدی آه من نشنیدم نه خیلی شما گرسنه‌تون بتون از شونه ندارن سلامتون بکنم فرمودیم ته همین کوچه ره بله شما مستقیم میری ته کوچه دست راست آخرین خونه دست شما در رد دست راست آخرین خونه بله آخرین خونه خدا بس رفتون بکن میگه باید بریم تایی کوچه سمت راست آخر خونه است
بخور سیرش. آفر. یه تخت بچه بذار کنار تخت بیمار. از تدارکات بگی به اسم من. جواب بقیهش هم با من. چشم خانم. بخور سیرش. آفر. منم بخورم. بخورم. برید. نمیذارن که. باشو. باشو بیرم ببینیم چه خبر. باشو. آقای احمدی به تاسیسات. آقای دکتر تقوی به بخش داخلی. سلام. خدا بد نده. سلام. مزاحم شما هم شدیم آقا. اختیار داریم. بهتری؟ بله خانم بله. خب کاری نداری؟ شما فرشته ای خانم. فردا میبینمت. خداحافظ. خداحافظ. شرمنده. خدا نگهدار. خدا نگهدار. چیکار کنم من؟ کرایت میشه 300 تومن. داری بده؟ نداری هم هیچی. بگو خدافظ برو. ولی من حرف دارم. فردا بیا بیمارستان. 5 عصر. فردا بیمارستان 5 عصر. فردا 5 عصر بیمارستان. مسعود بله برای شما ممنون خدافظی خدا جون دفاع نمیکنم. همون موقع یه زنگ میزدی به اورژانس. تو اون ترافیک تا آمبولانس برسه ممکن بود بمیره. بعدش هم رفتی تا شهریار. شما بودی چیکار میکردی؟ چی بگم والا؟ مادر هم دیگه این برا پیداش نمیشه. مگر اینکه امضا بدی پرستاری بی پرستاری. حتما شام هم نخوردی. نه خیلی گرسنه‌ام. اصلا چرا تو رفتی گل بگیری؟ ظاهراً رسمه که داماد خودش گل بیاره. حالا گل هیچی. بگو چرا رفتی تو اون کوچه؟ راه من اون ور نبود. اشتباهی رفتم. اشتباه؟ آدم هیچ وقت اشتباهی به راه خیر نمیره. بیا عمی جون. شام. راستی به مسعود یه زنگ بزن. فردا خودش میاد بیمارستان. سلام. سلام. هنوز که لباس خدمت دارید؟ آبه تا هفته شب باید بمونه. ببین بهت که گفتم مامان قهر میکنه دیگه تمومه. تو چی؟ تو هم قهر کردی؟ من قهر که نه. ببین من میدونم تو درس خوندی لیسانس گرفتی فوق لیسانس شده که شغلتون باشه پرستاری. خب پرستاری همینه دیگه. منم نمیخوام برات شرط بذارم. آره شرط نذار. چون اگه بخوای شرط بذاری اون وقت باید برن از کره ماه پرستار بیارن.
نه انگار تو مادرزاد پرستاری همچه از مریضا انگار خوشت میاد. بچه که بودم از بیمارستان میترسیدم. 5 سالم که شده بود یه خمپاره رو سقف خونه ما اومد پایین، جنگ شده بود. ما اون موقع جنوب بودیم، بابام خونه نبود، رفته بود تهران. اما مامانم پرستار بودم تا بابام پیدام کرد. اگه اون پرستار عاشق کارش نبود من الان پیش تو نبودم. از همون موقع بود که فهمیدم دوست دارم یه پرستار باشم. خانم اعتماد اوجان بازم با شما کار خانم اعتماد اوجان چرا با معمولا با عجله؟ یه مریض دیگه. خدافظ. خدافظ. ببریمش اتاق سی پی آر. کد 99 رو اعلام کنی. پس شما چرا هنوز نرفتی؟ آخه تاکسی ما رو سوار نمی کنه. پول زیادی هم می خواد. الو، سلام مسعود. آره خب خاموش بود تو اتاق سی پی آر که نمیتونستم جواب بدم. میگم بالا سر مریض بدحال بودم نمیتونستم جواب بدم. آره خب گاهی وقتا در دسترس نیستم. الان دارم میرم شهریار ماهرو خانومو برسونم خونشون. خیلی خوب، خداحافظ. اجازه بده مزاحم شما نشیم خانم. شرمنده خانم، با خدا خیلی باعث زحمتتون شدم. مطمئنی امشب خواهرت میاد تهران؟ بله خانم، به شوهرش صبح تلفن کردم گفت میام. شوهرت چی؟ چی بگم خانم؟ چی بگم؟ سه
سر یه ساختمون کار میکنه، همونجا که من پیدا کرده شبام همونجا میخوابه، فقط آخر هفته ها میخونه. یه هفته نامد دیگه هیچ پولی نداشتم، رفتم دنبالش خورد پول بگیرم، نبود. راستش از شما چه پنهان، مثل این که میره دنبال کارای چی بگم، هزار از التماس از این سرکارگرش یه خورده پول گرفتم، گفتم لااقل واسه بچه یه غذایی بتونم درست بکنم، گشنگی نمیره. وقت داشتم بر میگشتم یه ها کیفم دزدیدن و تو زمین گیرم کردم. شام چی؟ دیدی یادمون رفت سر راه یه چیزی بگیریم؟ این برا رستورانی چیزی هست؟ والا اونجا هست، چلو کبابم داره، چلوش همیشه چراغونیه. از تو مراقب مامان باش، چلو کباب با من. چشم. زحمت نکشین خانم. زحمتی نیست، زود برمیگردم. تک و تنهایی وقت شب توی این بیابون چی کار میکنی؟ بیابونش گرگ نداره. ببینم شما هم پرستاری هم مددکاری؟ آره؟ تا حالا شده هم دستت بشکنه هم پات نه بتونی را بری نه یه لیوان آب بخوری؟ حالا کجا داری میری؟ بیا دنبالم تا بهت بگم. شما هست که میخواییم همه جور سوابی ببری و پرستاری و مددکاری و الان که سر به غذا و چی میخوایی براشون بگیری؟ چلو کباب. بس چلو کباب خوشبارش بود. یه پرس هم از تو میگی. آخ جا خوشبار من. سلام. سلام. چی میل داریم؟ چی میل داریم؟ سه پرس چلو کباب برگ لطفا با گوجه و نوشابه. بله میبرم. چایی که میخوری؟ آره. بعد چی اونجا پشت میگذره؟ آقا یه بوری چایی هم اضافه کن. سر منو بعد جوری انداختی تو هچه تا مامانم راضی بکنم پیر میشه. خدا یعنی میشه ما این مراسم عروسی رو بگیریم و راحت چی؟ انگار خودت هم پشیمونی؟ نه میدونی چیه، امروز که تو بیمارستان اون صحنه رو دیدم خیلی هول شدم، اون همه عشق و جیغ و ناله و مرد داشت میمور داره؟ اینجور وقتی شما چه حاله میشین؟ ما برای زندگی و زنده ها و زنده موندن هایی پرستار زنده هایی. میدونم ولی وقتی یکی جلو چشتون میمیره توکل میکنی. توکل بیشتر از تو که مهندسی و با سنگ و آجر سر و کار داری. حالا شده بترسی؟ نه نمیترسی، یعنی کمتر از شماها میترسی. بس شما درد نکنه ممنون. اجازه بده من بریزم، خوشم میاد. همیشه مامانم برای بابام چای میریخ میداد دستش. این یه حرفه خانومان است. یعنی از این کارم بلدی نده؟ بله، صبر، تحمل، شکیبایی حرفه ماست آقا. بسیار عالی.
خانم غذاتون آماده است. پسر جوش این یه کاملا مردم است. خواهرش اومد، فعلا یکی دو روزی پیشش میمونه. بریم. سلام. گل گرفتی که بهت شام بدم؟ شام خوردم، گل گرفتم که دوباره موعد عروسی بدی. ای مسعود دوباره مادرشو راضی کرد؟ فردا قراره مثل یه دختر خوب برسم دستبوس مادر شوهر. چقدر این مسعود بیچاره مادرشو راضی کنه تو به هم بزنی؟ فردا میخکوب میشم تو خونه تا مادر شوهر قهر نکنه. آقای دکتر مرادی به اورژانس، آقای دکتر عزیزی به داروخانه. پسر کاکل پسر، خیلی متشکرم، ممنون. دست شما درد نکنه. دست شما هم درد نکنه. خانمم چی؟ خانمتون سزارین شد ولی حالش خوبه. آقای نظرین تلفن. سلام علیکم. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ از اتاق زایما میاد؟ طبق معمول دیگه. خسته نباشین، نوزاد چندومه تو خانم خانما؟ از دستم در رفته، بگم هزار تا، بلکه هم بیشتر. مامایی رو فقط به عشق شنیدن صدای نوزاد دوست دارم. وقتی بازنشسته بشم دیگه دلخوشی هم ندارم. چرا یه بچه نیوردی؟ شوهرم راضی نیست، دوست نداره، یعنی میگه که یا بچه خودم یا اصلا هیچ. من به مسعودم گفتم اگه بچه دار نشدیم من حتما یه بچه میگیرم. ای بابا، خدا قسمت کنه بچه خودت، بچه های خودت. بله. سلام، باش اومدم. کجا؟ دارم میرم دل مادر شوهرمو به دست بیارم. سلام. سلام، خسته نباشی. خب، حالا من باید چی کار کنم؟ یه کادر خوشگل گرفتم از طرف شما، باید تقدیم کنی به مادر شوهرت. چشم. بعدم بگی که قابل شما رو نداره. چشم. یکی دو تا قطره اشکم همینجوری میاری تو چشت، مفید فایده است. چشم. بعد قول میدی که دیگه در چنین مواقعی غیبت نزنم. چشم. و میگی که اون شب یه استثناء. چشم. شما هم زحمت میکشین سر راه منو میبرین خونه تا یه لباس شیک بپوشم که دل مادرتون رو ببره. چشم. قابل شما رو نداره، دست درد نکنه. بفرما بیشه نروز. ببینیم این کادری که این عروس خانم گرفته چی هست. امیدوارم که زیبا باشه، چون مادر پدر من خیلی مشکل پسندن و خیلی خوش سلیقه. چه کادو پیچی هم داره. بخبه
تو از کجا فهمیدی مادر من از این کاسه خوشش میاد؟ چه خوشگله نه؟ خب از سلیقه‌شون. آها بله خب. دست درد نکنه. خیلی عالی بعدم میخواستم عذرخواهی کنم بابت اون شب. شما مگه ساعت کاری نداری؟ چرا داریم، منظمه. اون شب یه اتفاق بود. خب بعضی وقتا موارد اورژانس پیش میاد. حالا ما میتونیم فردا یه قراری بذاریم بیایم این تاریخ عروسی رو مشخص کنیم؟ من فکر میکنم روز جمعه مناسب تر باشه، چون خاله اینا میتونن بیان. شما اسباب اساسیتون رو بردین؟ یکی دو روز دیگه میبرم. اول آینه قرآن ببرید. چشم. لطفا لوازم بیارین تو. مبارک باشه. بفرمایید. ممنون. شما هم امشب مهمون منی. یه شام خوشمزه پختن گذاشتم تو رستوران. منتظرم. عالی. اگه میدونستم دست پختت به این خوبیه زودتر از اینا به علی رو میگفتم. ببینم جمعه یعنی فردا همه چی رو براه. آره بابا تو رو خدا یه کاری کن که سر وقت خونه باشه، دوباره خرابکاری نشه. باور کن منم به اندازه تو بابت اون روز ناراحتم. ممنون. ببین من میگم که کار و زندگی دوتا مقوله جدا هستن. یه قولی به هم دیگه بدیم که کارمون یعنی شغلمون تو زندگی اون تأثیر نذاره. بهت حق میدم نگران باشی، ولی مطمئن باش مشکلی پیش نمیاد. یعنی بابت فردا من خیالم راحت بشه. بده قول دیگه. دو ساعت قبل از شما من تو خونم، تکونم نمیخورم. قول میدم. انشالله به زودی خوب میشی، بعدم مرخص. داری دلداری میدی. من دیگه آفتاب لب بومم. شما حتما خوب میشی، من مطمئنم. کاشکی تو دخترم بودی. یعنی راست راستکی دخترم بود. دروغکی نداره که، هستم. قول میدم وقتی بیایم بیرون بهتون سر بزنم. یعنی هر روز میای سراغ من؟ هر روز که نه، هر روز من خونه خودمم نیستم، ولی قول میدم هر روز یه زنگ 3 دقیقه‌ای بهتون بزنم. هفته یه بارم بیام دیدنه. خیلی ممنون. خانم اعتماد به اوجان برو برو به کارت برس دخترم. خانم اعتماد به اوجان ساکت خانم، اینجا بیمارستانه. بیاد این شو تا به انبر دکتر بیهوشی رو خبر کن. دکتر هست ولی تکنسیان بیهوشی من مشغول سی پی آره. خانم اعتماد شما آمده شید قبلا که بیهوشی کار کردید. تو خودم کمک کنید. تو
من که دیگه نمیدونم چی بگم. پاک شرمنده شدی. بفرمایید. آقا شما چرا زحمت میکشید؟ از شما هر نکنم. بفرمایید. شما. بفرمایید. خیلی ممنون. دیگه باید زحمت رو کم کنم. تازه تشریف آورده. عمر. حتما کلید یادش رفته بوده. بله؟ نه. اشتباهی بود. دیگه کم کم پیداش میشه. بله پیداش میشه. بفرمایید. بفرمایید قابل شما رو نداری. ممنونم خانم. وظیفه‌مونه. ولی فقط من نبودم. همه بودم. دخترم خیر از جوونیت ببینی. زندگی بچه‌ام به من برگردون. خواهش میکنم وظیفه‌م بود. خداحافظ. سلام. اورژانسی آوردن. نتونستم به موقع بیام، مجبور شدم بمونم. این دفعه دیگه قهر قهر. حقم دارن عمه جون. آخه کدوم عروسی این کارو میکنه؟ چرا جواب نمیدی مسعود؟ آقای دکتر عزیزی به داروخانه.
تو همه امروز خانم اعتماد. سرم درد میکنه. وا مگه شما مریض میشین؟ سلام. کجا؟ باش. منو ببخش. ببین زهره، یه زمان بود که من مادرم مخالف ازدواج ما بود، منم بهش اعتراض میکردم، ولی حالا این منم که با ازدواج ما مخالفم. من فکرامو کردم، ما به درد هم نمیخوریم، این اصلا به هم نمیاد. زهره منو ببخش، من دیگه نمیتونم. واقعا به همین سادگی؟ کلید آپارتمان رو برات می‌دستم. یعنی هیچ راهی نمونده؟ خواستی دوباره منو ببینی؟ باید استفاده کنی. آدم که حلقش رو رها نمیکنه خانوم. چیزی شده؟ فعلا که مجبورم رهاش کنم. ببین زهره جون، تو باید دوست ندارم شماتتم کنی. خب تو چطور گذاشت؟ بله من خواهش کردم صدات کنم، کارت دارم. چیزی میخواین؟ بیا. میبخشی مادر مزاحمت شدم، من دیگه دستم جون نداره که بنویسم. این روزم بس که به این سوزن زدن، اون جونی هم که داشت از بین رفته. برحال میبخشی. چرا بهشون تلفن نمیزنی؟ نه، صدا به صداشون که میشم بغزم بیداره که اینطوری بهتره. باشه مینویسم. اصلا بچه هاتون کجا؟ دخترم سوئده، پسر با بچه ها و نوه ها انگلیسه. اصلا مادر. Thank you.
سوئد کجاست؟ سوئد اینا اینجاست. دخترم تو سوئد پرست داره، اسمش لیلاست، خیلی شبیه توه. تو رو که میبینم یادم میفته، خیلی دلم براش تنگ شد. اصلا چرا اونجا رفت پرست شد؟ خیلی خوب چی بنویسم؟ از من کسی؟ از تنهایی؟ مسعود کلید آپارتمان رو فرستاد. سلام. سلام. فردا میرم جایزیشو میارم. تصمیمت رو گرفتی به من زنگ زدی؟ ما باید مفصل با هم حرف بزنیم. من حرف برای گفتن ندارم. شما هر وقت تصمیمت رو گرفتی به من زنگ بزن. حرف آخرت همینه؟ آره همینه. باشه. 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 مهندس سیمانو امروز هم نرسید ها، اینجوری باشه فردا کار میخوابه ها. صد دفعه گفتم من مهندسم، این چیزا به پیمانکارتون ربط داره، به اون زنگ بزنید. بیا وسط. خانم برو بیا سریع.
بلش کن حضبش بیشتر بشه. خانم مسخون وضعیت خوبی نداره، کار اولیش بشه، گلو گذاری بشه، سریع هم بره بخش آیسی در زنی باقا دکتر عزت هم خبره دیگه دایسی. آقا دکتر چطور میشه حالا؟ شما همراهشون هستین؟ بله. به خانواده‌اش خبر دادین؟ نه خیر، ولی موبایلش افتاده بود برداشتن. از تماس بگیر. چشم. سلام خانم. میبخشین. آخرین تماسی که با آقا مهندس حق‌شناس گرفته شده این شماره است. میخواستم ببینم شما نسبتی با ایشون دارین؟ میبخشید یه اتفاقی براشون افتاده که ما مجبور شدیم برسونش بیمارستان. کدوم بیمارستان؟ ممنون. چی شده همه جون؟ مسعودو بردن بیمارستان. اتفاقی براش افتاده؟ نمیدونم. چرا به تو زنگ زده؟ شماره من رو موبایلش مونده بود. حالا میخوای بری؟ آره. سلام آقای دکتر. سلام خانم اعتماد، بیمار شماست؟ بله. همسرتونه؟ بله. حالش چطوره؟ هرچه سریع‌تر باید عمل بشه، احتمال آسیب دنده یا خونریزی ریه داره، سرش هم ضربه دیگه. نگران نباشی، سریع‌تر برگه رضایت عمل پر کنید. آخه من یعنی ما مشکلیه؟ پس هرچی سریع‌تر بگید والدینش بیان تا دیر نشد. چشم. پس شما هرچی زودتر دستور اتاق عمل صادر کنین تا من اونا رو پیدا کنم. شماره زهره است. خب جواب بده. بلش کن بابا، باز دوباره میخواد عذرخواهی کنه. واقعا که خدا جواب بدی. برای چی زنگ میزنی؟ که بگی ببخشید عذر میخوام، هی بهانه بیاری بگی اینجوری شد اونجوری شد. همش دروغ دروغ دروغ. خانم لطفا گوش بدین. گوش نمیدم خانم. شما هم دیگه اینجا زنگ نزن، زنگ بزنی دیگه گوشی رو بر نمیدارن. دختر پر رو خجالت هم نمیکشه. محسود چرا دیر کرده امشب؟ حتما پیش دختر است. اون داره یادش میده، میگه یه زنگ بزن یه عذرخواهی کن تموم. بیا ببین کیه. اگه با من کار داشت بگو بعدا تماس بگیرم. اصلا حوصله ندارم. بله؟ سلام. سلام. کی؟ چی شد آقا؟ ای خدا رحم کن. ای خدا. بچم کجاست؟ چی شده؟ با تو بوده؟ نه نه،
تو آی سی یو آقای اخشناس شما چه بلای سرش آمده؟ نمیدونم، دکتر میگه خونریزی داخلیه. خونریزی؟ باید هرچه زودتر عمل بشه. شما باید هرچه زودتر اجازه نامه عمل امضا کنید. برو دیگه، باید نست برو. الان میگم. آقای خدا چه بلای سرش آمده؟ وضعیت خوبی داره. از دستگاه آفش کنید. تشکر. 4 لیتر اکسیژن داشته باشه. هر یک ساعت یک بار عملیاتش رو کنترل کنید، به من اطلاع بدید. خسته نباشید. نگران نباشید، خوب میشه. آقای دکتر تو رو خدا هر کاری از دستتون برمیاد درش بکن. دستتون درد نکنه. ممنونم آقای دکتر. خدا بشه بخیر گذشت. من همیشه سر نماز دعاتون میکنم، شب و روز که باید بدوید. آخ و ناله مریضارم که گوش کنی، من اگه جای شماها بودم و دو روزه غمباد میگرفتم. حالا ببینم دخترم با این همه گرفتاری و کار از زندگی راضی هستی؟ ای زندگیمون میگذره، راضی هستیم. الهی شکر.
شما تشریف ببرین خونه، من هستم اینجا، منو میشناسن. آخه من میدونم نگرانیم، ولی خب آخه اینجا که روبه جون درست میگه، شما از دیشب تا حالا اینجا این خسته شدین، بهتره به این خونه استراحت کنی. زهره اینجا هست. بله هر خبری شد من حتما تماس بله بفرمایید. بفرمایید دکترم که خیالمون رو راحت کرد. بفرمایید. خیلی ممنون. خداحافظ. 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 ممنون. خداحافظ. میخوام من بمونم باهاتون؟ نه شما هم بفرمایید. خداحافظ. کجایی بابا جون؟ از یه بیمارستان به یه بیمارستان دیگه؟ از پا در میای ها؟ مواظب به خودت باش. چشم بابا، چشم. خدا حافظ. خیلی خسته یاره. تا صبح نخوابیدم. حالا مثلا خوب نیست. خیلی خوب. یکی دو ساعت همینجا بگیر بخواب. فعلا که کاری نداری. کاری داشتی صدات میکنه. نه. نه چیه؟ اینجوری که قش میکنی. من که هستم. بگیر بخواب. کاری پیش اومد صدات میکنه. بیمارستان. ولی قول میدم دیگه نمیری. چرا اینجا؟ از بلندی افتادی پایین. اسم چیه؟ اسم علایم حیاتی چیه؟ تیر 38، فشار خون 12.8. ادامه دست حتما. ببینم اینجا بیمارستان خوبیه؟ بله خیلی. من خودم یه مدتی اینجا کار میکردم. حالش چطور آقای دکتر؟ خوبه، فقط البته جای نگرانی نیست. شاید شما رو نشناسه. نشناسه یعنی چی؟ فراموشی داره فعلا. البته با توجه به هتروما، یعنی همون ضربه‌ای که به سرش وارد شده، طبیعیه. به مرور خوب میشه. پس خیالمون راحت باشه. حتما. موقتیه. فکر میکنم حتی اکثر تا 24 ساعت دیگه مشکلاتش برطرف بشه. میتونیم ببینیمش؟ کوتا بده. مسعود مادر، you
حالش خوب میشه. انشالله. چرا که نشه؟ شما تشریف ببرید. اینجوری مریضتونم اذیت میشه. خانم اعتماد بمونن بهتره. چون خودشون پرستارن. بفرمایید. همیشه درست میشه. خدا حافظ. خدا حافظ. باهاش حرف بزنید. کمک کنید بیاد بیاره. داری خوب میشی؟ تو چشات زندگی هست. سلام. سلام. خیلی ممنون. خواهش میکنم. عطر این گلو یادم میاد. دوست داری آخه؟ سوپ دوست نداری ولی یه چیزو خیلی دوست داشتی. یه وقت نه به چی فکر میکنی؟ هیچ. سوپ یادم اومد که دوست ندارم. منو چی؟ من میرم یه خورده استراحت کن، دوباره بهت سر میزنم. ندادی خودتو بچه‌تو با کل اسب و وسایلت بیرون تو کوچه بین پولمو میزنم. بس سلام چیه؟ بس چی واسه اینجا؟ برو سر خود زندگی، برو ببینم تو چی میخوا؟ تو چی میخوا اینجا؟ برو سر خود زندگی. من نمیدونم اینا کجا سر در آوردن. من نمیدونم از کدوم خراب شده این آمادگی. Thank you.
شوهرت الان کجاست؟ عیبش زده، انگار آب شده رفته تو زمین. خلاف میکنه خانم. چی شد دوباره تهران شدی؟ بدبختی خانم جان. فکر میکردیم اینجا واسمون بهتره، کار بیشتره. الانه که نگاه میکنم ببینم والا همونجا میموندیم بهترمون بود. شوهرم هم آدم بدی نیست و بدبخت گیر چند تا آدم ناتو افتاده بود. حالا من از خجالتشه روش نمیشه بیاد خونه. خب دیگه من این بچه رو ببرم بالا بخوابونم. بچه رو من میبرم بالا، تو به ماهروخ کمک کن. بیا ماهروخ بریم بخوابیم. باشم. خدا از بزرگی کمتون نکنه، خیلی زحمت دادیم بهتون. نمازم هم هنوز نخوندم. منم نخوندم، با هم میخونیم. از شما درد نکنه، خودم ببستم، زحمت نمیشه. تشکر. سلام. سلام. سلام آقا. سلام. 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 خدا رو شکر امروز بهتری ها. خوبی مسعود جان. آبا دست شما برم. خب چطوری؟ میبینیم که شدم یعنی یه بچه قنداقی، از صبح دارن تر خشکم میکنن. میبینم شما بچه خودت هم همینطوری میرسی؟ نه اون مادرش هست. دستتون درد نکنه آقا. خواهش میکنم، پس با اجازتون. آبا اینم شیه نیبن. نه اصلا اینجوری بدادت میشن، وظیفه مونه. در حال ممنونم. خواهش میکنم. خب کی مرخصت میکنن؟ بعد دکتر بیاد بگه. سلام، امروز حالتون چطوره؟ ای بابا چه سلامی، چه علیک. آقای دکتر مرادی بهوجان. ببینید خانم محترم، آقای دکتر، من از دست این پرستار کیشی که شب شما اصلا شکایت دارم. چرا؟ صد بار این زنگو زدم یه دفعه نیومده بگه چته. سالمی داری میمیری، آخه من دردم رو به کی بگم؟ شب تا صبح میگیره اینجا میخوابه. خانوم معینی امکان نداره. ماشالله هزار ماشالله، شما هم که داری طرف داری ایشون رو میکنی. ما رو بگو به کی داریم اصلا حرف میزنی. چشم من همین الان بهشون میگم. خانم معینی یه لحظه لطفا تشریف بیارید. مریض تا زنگ حتما سوی تفاهم شده. سوی تفاهم کدومه خانم؟ مریض تا زنگ میزنه ایشون باید بدو بیاد. شما مریض خدای نکرده داره میمیره. بله خانم معینی، ایشون میگن صد دفعه زنگ زدن شما جوابشون ندادید. شما صد دفعه زنگ زدید من نیومدم؟ بله شما سه بار بیشتر نیومدی. درست میگم؟ من که هر ربع ساعت یه بار میومدم آقای کاظمی. تازه خانم عزیز من چند دفعه گفتم وقتی میخوای با من سوزن بزنی یا آمپول بیهوشی بیهسی چه میدونم یه چیزی به من بزن که این سوزن میزنی دردم نیاد. و بالاخره من سن و سالی ازم گذشته، مریض حالا. بله. باید رعایت من بکنی. آخه به کی بگم دردم؟ چشم، من قول میدم دیگه تکرار نمیشه. خیلی ممنون. یه بند داره غور میزنه، خودت میدونی که بعضی مریضا کم حوصله میشن. ولی سلام خانم صادقی، از مریض ما چه خبر؟ کی؟ خانم خیلی ممنون خبرم کردی. خداحافظ. مرخص شده؟ آره رفته خونه. خب خدا رو شکر. بذار ببینم چی کارم دارم. سلام. منو میشناسی؟ آره یادم میاد که حلقه ازدواجم امانت دادم به شما. خب
صبح اومدم پسش بگیرم. زود رو افتادی. یه چیز دیگه هم داره یادم میاد، میخواستم با شما قرار عروسی رو تعیین کنم، ولی نمیدونم چی شد که یهو همه چی به هم خورد، که چی کار کرد که نشد. نه پس معلومه خوب را افتادی. پس اینو گوش کن، وقتی درد شروع میشد تو رو میدیدم که اونجا وایستادی، تو چشات هم دردی هم دلی تسکین میدیدم. اصلا میدونی چی؟ اگه از من بپرسن پرستار یعنی چی، میگم با هرچی قرص و دوا و دارو بریزین دور، پرستار خوب با محبتش دارو همه دردی. داریم به جاهای خوبی میرسیم. یادم افتاد که سوپ دوست ندارم، ولی یکی خیلی دوست دارم. یه او پاتا نظری رو گاز بریم، من مصدومم. کاش تو عروسی من میموندین. با اجازتون دیگه زحمت کم کنین خانم، این داداشم هم از شهرستان اومده، اونجا همه کاراش رو زمین مونده. اومدی تهران یه سری به ما بزن. چشم خانم، ما که نمک پرورده ایم. بریم داداش دیگه زحمت کم کن. زنگ میزنم عروسی من بیا باشه. چشم خانم. با سلامت. خدا حافظ. شما هم اونورا تشریف بیارید. خدا حافظ. پس قرار شد که مسعودینا فردا بیان، تو هم باید قول بدی این دفعه از اون تکون نخوری. چشم. دوریت برام خیلی سخته، ولی دلم نمیخواد هی مادرت بیاد تو خوابم و بگه چرا دخترم تو خونه مونده. فردا از اینجا تکون نمیخورم، قول میدم. خوش خبر، خوش خبر. من دیگه باید چی کار بکنم؟ هیچی، مثل یه دختر خوب میشینی کتاب میخونی، یه لباس تمیز و قشنگم میپوشی، تا ساعت 5 عصر منتظر میمونی. چاییم که قبلا دادم دست به مادر شوهر. فقط تبسم میکنی. مادر شوهر میگه فلان روز مناسبه. تو هم میگی؟ چشم. تو که بلدی با مریضات مدارا کنی، با مادر شوهرم مدارا کن. چشم. من میرم قدم بزنم، چقدر این بازنشستگی سخته. دختر خوبی باش. چشم. بابا موبایل منو مصادره کرد. از بس چشمون ترسیده، منم نمیذارم تلفنای خونه جواب بدی. پس حسابی منو گذاشتین تو آب نمک. بله. من برمیدارم. الو. سلام بهجت جون، حالت چطوری؟ ما هم خوبیم. الو الو بهجت،
امان از این موبایلا. حتما بهجت. الو بهجت. سلام. سلام عاطفه جون، خوبی؟ خوبم، ببخشید زهره جون هست؟ آره خونه است، ولی آخه یه مورد استرالیه. تو که وضعیت ما رو میدونی. بله ولی خیلی ضروریه. آها، باید باش حرف بزنم. خیلی خوب، گوشی؟ الو سلام. سلام زهره جون، میدونم نباید بهت زنگ بزنم ولی یه مورد خاص پیش اومده، باید خودتو برسونی. خانم معصومی اصلا حالش خوب نیست، همش اسم تو رو صدا میکنه، آخرین آرزوش دیدن توه. مامتین مادر. بله لیلا. گفته بودم که میام. عمت زنگ زد، نگرانت بود، گفت اگه کار تموم شد زودتر بیا خونه. سلام، ما هستیم. سلام، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. خیلی ممنون. حال شما. سلام. سلام. خوش اومدید. سلام. حال شما. بفرمایید. سلام عرشو. سلام. امانتی لطفا. سلام.